درود بر شما هموطنان محترم، بینندگان عزیز. مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوی رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 30 از ماه می. در روزهای دوشنبه مدت 1.5 ساعت خدمت شما هموطنان گرامی و دوستان عزیز هستم و معمولا در واقع تنه اصلی بحث مقالطات بوده و خدمت شما عرض کنم که مشغول نوشتن این کتاب هستم. امیدوارم که بتوانم این کار رو به انجام برسانم و به شما تقدیم کنم. خب، یک غزل از حافظ برای شما میخوانم. بله. بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خواب پریشان دل کرد، طوطی را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. یک غزل سوزناک را حافظ برای مرگ دختر جوانش گفته و صریحا هم در واقع اظهار میکند و این نشان میدهد که حافظ آدم دینی و آخوندصفتی نبوده، وگرنه زاری نمیکرد برای دخترش و غزلی نمیگفت و به یادگار نمینهاد، چون آخوند جماعت و آدمهای دارای ذهن آخوندی ننگ دارن از اینکه اشاره ای به دخترشان بشود یا همسرشان بشود. این ذهنیت آخوندی است. مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی که ما این همه گوه می نازیم و می بالیم و زبان پارسی به اون مفتقر است، دختر خود، دختر خانده خود کیمیا خاتون رو داده است به شمس تبریزی. هر روز کتک می زده این پیرمرد 60 ساله، مرد حق، دختر خیلی جوانی هم بوده، فرزند مولانا سلطان ولد هم عاشق این دختر بوده، می رفته بیرون با دوستانش، برمیگشته کتک سیری این آقای عرض کنم که قطب میزده به این دختر و بر اثر کتک های او هم مرده. یک روز هم که رفته بود است به باقی با دوستان خود برای تماشا، در برگشتن اون چنون کتکی میخورد که میمیرد و عین خیالش هم نیست. مولانا جلال الدین به رقص مشغول بوده. باور میکنید؟ و ما ندیدیم انعکاسی در غزلیات شمس که همون اشعار مولاناست یا مثنوی معنوی که این آقا ناراحت شده باشه. و در یک جایی خواندم که فرزند مولوی می آمده از در اون اتاقی که اینها ساکن بودن، یعنی کیمیا خاتون و شمس، رد می شده، آمده بیرون، فحش‌های رکیک داده و تهدید کرده که یه بار دیگه از این در اتاق رد شدی چه ها میکنم، فلان میکنم. صاحب بله. مولانا آدم بزرگی است، اما رسوب آخوند هنوز در ذهنش هست متاسفانه. هنوز درصدی از ذهنیت گند آخوندی در ته ذهن این مرد بزرگ هست متاسفانه. این رو ما میتوانیم پیدا کنیم و از اوقات حقیقتا کار مثنوی به پایه اعجاز میرسه، از بلندی فکر و بصیرت
اما بعض اوقات هم به درجات یک آخوند متعصب سقوط میکنه. ای کاش اون بخش ها در مثنوی معنوی نمی بود. باری اما حافظ چنین نیست، مطلقا و ابدا ذهنیت آخوندی نداشته، از ابتدا تا انتها هم نام هیچ کدوم از اینها رو نبرده. از این عرض کنم که دور دست اسلامیون رو مطلقا اسم نبرده. یک ربایی هست اون آخر کتاب، از فرط سستی گمان نمی کنم که از حافظ باشد. مردی ز کننده در خیبر پرسید، شعر بسیار بسیار فرومایه است، حافظوار نیست. اما در این 500 غزل هیچ نامی از اینها بنیانگذاران اسلام و اینها مطلق نبود. حالا دوست عزیز من در قم ممکنه طور دیگر این را کنم، اما نیست. و تلفنشون رو جابجا کردم، خدمتشون هنوز زنگ نزدم. خب بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش پریشان دل کرد. غیرت که ما در موضوع بحث ما هست اینجا به معنای حسادت هست. باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد، توتی را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. عمل مفرد به معنی آرزو، جمعش آمال یعنی آرزوها، خواسته ها. قرة العین من آن میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. قرة العین نور دیده. قرة العین من آن میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. ساروان بار من افتاد خدا را مددی، که امید کرمم همره این محمل کرد. روی خاکی نم چشم مرا خار مدار، چرخ فیروزه طرب خانه از این کهگل کرد. خدا را یعنی از برای خدا، به خاطر خدا. آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ، در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد. نزدی شاه رخ و فوت شد امکان، حافظ چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد. فیلسوف فیلسوفان، پیغمبر پیغمبران، حافظ. خب عرض کنم که ما در باب غیرت صحبت میکردیم این دو جلسه گذشته و عرض کردم که ما در مقطعی از تاریخ هستیم، ماشاءالله تعداد تحصیل کردگان و دانشمندان و تحلیلگران ما به حدی است که دیگه لازم نداریم. یه غیرتمند ارزش هزار دانشمند رو داره در جای خودش. یک غیرتمند ارزش هزار دانشمند رو داره در حال حاضر. وقتی آدم به وضعیت ایران نگاه میکند، جز هیهات گفتن و حسرت خوردن چاره ای نیست. چنان است که ما مردم چند هزار ساله صاحب تاریخ تسلیم شدیم به چند تا آخوند پاچه برمالیده مفتخور جنایتکار و زانو زده ایم. خلاصه این چنین نبوده، این کشور این چنین نبود. آقا
همواره در این مملکت دلاوران بودند. وقتی وضعیت کشور به جایی می رسید که ستمکاری دولت مرکزی از حد می گذشت، یک کسی بر می خواست از یک گوشه، مردم هم کمک می کردن، اون سلسله یا اون حکومت سرنگون می شد، سرنگون می کردن، حکومت جدید می آمد. مردم صاحب قدرت و شجاعت بودند، ترس زده نبودند. در دوره های جدید هست که ملت رو ترساندن، خلع سلاح کردن. مردم ایران همواره مسلح بودن به جز دورای اخیر. ملت بی اسلحه مگه موثره؟ آقا مرد باید بتونه خودش دفاع کنه. موج بعد از موج ژاندارم بود که می آمد، هر پوسبری کسی داشت ازش می گرفت، تو سرش می زد، ناخون می کشیدن. و پول خود ملت رو میدادن، اسلحه میکردن توی یه انبار که کلیدش بدن دست آخوند الفرار. جرأت نمیکرد دولت مرکزی کارها بکنه وقتی مردم مسلح بودن. مگه میسره؟ مردم رو ترسو و تو سری خور بار آوردن. آقا شما تو این آمریکا فکر میکنید که بیهوده است که مردم داره اصله هستن؟ نه، بنیانگذاران این کشور فکر کردن که اگر یک روزی یک کسی هوس بکند که میخوام دیکتاتوری را بندازم، من میخوام اینجا رو سرنگون بکنم، این حکومت دموکراتیک رو میخوام دیکتاتوری، مردم باید بتوانن از این دولت دفاع بکنن، از این قانون اساسی دفاع بکنن. آتاتورک چگونه مردم ترک رو به سعادت رساند؟ به نیروی اسلحه. قانون گذاشت ارتش رو ضمانت سیانت از قانون اساسی کرد، که هر وقت دیدید که این مذهبیون عقب افتاده، این آخوندها آمدند و حکومت رو گرفتند، شما بگیرید بزنید بیرون کنید و قانون رو نگهداری کنید تا مردم رشد کردن. رشد کرد مردم طوری. تنها کشور اسلامی است که رشد کرده و دارای قانونی است. زمانی که ترکان قز از سمت خراسان آمدند به نواحی اصفهان و کرمان و نامه آمد که اینها رو قتل عام کنید، و اینها چون مردمان شجاعی بودند فهمیدند و جنگ و گریز تا نواحی تبریز و اونجا شکست سخت خوردند در دشت سراب، رفت آمد اینها شروع شد به منطقه تا بالاخره در اینجا جای گرفتند، در کشوری که پایتخت شرقی امپراتوری عظیم الشأن روم بود. در اون روزگاران قرنها از مدنیت این سرزمین گذشته بود، قرنها از تاریخ کوروش کبیر و اون عقاید انسانیش گذشته بود. حالا بنگرید اوضاع احوال چگونه است. ترکا مردمان آزاد، ترکیه کشور آباد. در یک خیابان ترکیه ببینید مشروب فروشی اینجاست، مسجد هم اونجاست، کاباره اون سو، آخوند هم جرأت نمی کند اونجا حرفی بزند، چون مردم دانا شدن و به قول عوام خرشان از پل گذشت. دیگر بسیار دیر هست برای آخوند که بخواد برگرداند جامعه ترکیه رو به اون روزگار ارز کنم امپراتوری های عثمانی و داستان اسلام عزیز. اسلامشان هزار بار قدیستر از اسلام ما بود. یک مرد مردانه پیدا شد و نیروی اسلحه سیانت کرد. ما قانون گذاشتیم
یه نفر آمد لگد زد به زمین، گفت حکم میکنم، همه در رفت. چی شد قانون؟ چی شد مشروطه؟ چی شد؟ چی شد اون قانون؟ این همه کشتگان از برای چه بود؟ باری صحبت از غیرت میکردیم و این پریشیدگی و پریشانی که در بین ما ایرانیان هست و بیخیالی در باب وضعیت وطن، یک سو اوضاع داخل سوی دیگر، و یکی از دردهای دیگر این برادران کرواتی کروات بند پشت میکروفون ها هستن. هر کسی زرد خودش رو گرفته، میخواد خودش رو بفروشه. چقدر تحلیل میکنی آقا؟ دست بردارن از تحلیل. آقا تحلیل چی رو میکنید؟ تا کی تحلیل؟ تا کی انتقاد از حکومت آخوند؟ یک حرفی بزنید که یک جانی داشته باشه آقا، یه بوی از دلیری بده، یه چیزی. تحلیلگرا آمدن پنج تا آقا ببینید، خب امروز 150 نفر رو در زندان انداختن، دیروزم گراویش نعمت اللهی رو انداختن به زندان. هی حرف بزن. فقط هر این مکتب فلسفی بوده است در چین، عده جمع میشدن میرفتن سر کوه اونجا زندگی میکردن، انگورهای خیلی خوب اول میبردن، شراب میکردن، میخوردن، حرف میزدن. اسمش هم بود مدرسه فقط هر مدرسه فلسفی فقط هر ما نیازمند تشکیلات سیاسی هستیم، هموطنان اینجا در خارج کشور، یک اتفاق و اتحادی، یک صدایی. تماشاچی هستیم ما. خب عرض کنم که ما در باب ماهیت غیرت و اینها صحبت کردیم، و اینکه شاهنامه داستان نام و ننگ است، داستان نام و ننگ، و قصه بهرام رو نمونه آوردیم. تازیانش در رزمگاه گم شد و نام او بر دسته تازیانه بود، برادران او همه کشته شدند، بخش اعظمشون کشته شدن، دو سه نفری بیشتر باقی نمان. اما وقتی برگشت تازیانه رو ندید، گفت تحمل این ننگ برای من مشکله. هرچه اصرار کرد گودرز که پدرش بود و گیف که برادرش بود، که آقا این که ارزشی نداره، زبه یکی چوب بست دوال شبی خیران در دم بدسگار. و داستان اونجا بود که فریبرز گریخته بود و سپاه رو برده بود، فقط خاندان گودرزیان مانده بودند در مقابل دشمن. گرازه برون آمد و گستهم، ابا برته و گیو و زنگه به هم، بخوردند سوگندهای گران که پیمان شکستن نبودند در از این رزمگه بر نتابیم رو، گر از تی خون اندر آید وجود. گودرزیان بودن سراسر همه پشت آوریم، مگر نام رفته به مشت آوریم. نام مقابل ننگ ایستادن،
کشته زیاد دادن، اما ننگ فرار رو تحمل نکردن. و داستان بهرامه که برگشته اونجا تازیانه رو پیدا کرده، یکی از کشتگان رو زخمندی کرده و بوی مادیان شنیده اسب و حرکت نکرد. بهرام هم خشمگین شد، اسب رو پی کرد. لشکر دشمن متوجه وجود کسی شدن، آمدن و دیدن بهرام هست. یکی گفت بهرام شیراوژن است، که لشکر سراسر بدو روشن است. و از پیران اسب خواست. پیران گفت من چه کاری نمی کنم. بدو گفت پیران که ای بدو گفت پیران که ای نام جوی، ندانی که این رای را نیست رو. یعنی پیشنهادی که میکنی غیر ممکنه، که از من اسب میخوای که بری. تو را این بهایت که گفتم سخن، دلیری و برخیره تندی مکن. ببین تا سواران و اون انجمن نهند این چنین ننگ بر خویشتن، که چندین تن از تخمه مهتران، ز دهیم داران و گنداوران، ز پیکار تو کشته و خسته شد. چنین رزم ناگاه پیوسته شد، که جوید گذر سوی ایران کنون، مگر اون که جوشد ورا مغز و خون. اگر نیستی رنج افراسیاب، که گردد سرش زین سخن پرشتاب، تو را بارگی دادمی ای جوان، بدون تات بردی بر پهلوان. خوب این تعداد آدم کشتی، پهلوان ما رو کشتی چنین چنان، و دادن اسب تو خیانت محسوبه. اگر از بیم افراسیاب نبود، من به تو اسب میدادم، اما در شرایط حاضر چنین چیزی میسر نیست. بله، اگر نیستی، یعنی اگر نبود، اگر نیستی بیم افراسیاب، اگر نیستی رنج افراسیاب، که گردد سرش زین سخن پرشتاب، تو را بارگی، بارگی یعنی هست، بارگی دادم ای جوان، بدون تات، یعنی تا تو را تات بردی برای پهلوان. یا پهلوان اشاره به گودرز هست، که نگرانترین هست به در بهرام. بله، به گفت اینو برگشت و شد باز جای، دلش پر ز کین و سرش پر ز رای. برفت و آمد ز لشکر تجاو، سواری که بودیش با شیر تاو. مردی بود مانند شیر این تجاو، آمد ز پیران بپرسید و پیران بگفت که بهرام را از یلان نیست جفت. به مهرش بدادم بسی پند خوب، نمودم بدو راه و پیوند خوب. سخن را نبود بر دلش هیچ راه، همی راه جوید به ایران سپاه. به تجاوز من نصیحت ها میکردم اینا، فقط یه چیز دنبال یه چیزه که برگرده بره به ایران سپاه، پیش پدرش و لشکرش. به پیران چنین گفت جنگی تژاو، که با مهر جان تو را نیست تا. شوم گر پیاده به چنگ آرمش، سر اندر زمان زیر سنگ آرمش. سر زیر سنگ آوردن یعنی کشتن، از بین بردن. در گفتگوی رستم اشکوز میگوید پیاده ندیدی که جنگ آورد، سر سرکشان زیر سنگ آورد. اینجا میگوید که
شوم گر پیاده به چنگ آرمش سر اندر زمان زیر سنگ آرم. کجا گفت من میرم میکشم بهرام، چون پیاده هم هست کار من آسانه. بیامد شتابان بدون رزمگاه، کجا بود بهرام یل بی سپاه. به اینجا که میرسید گریه ها شروع شد. خوانندگان شاهنامه، بیامد شتابان بدون رزمگاه، کجا بود، کجا یعنی در جایی که، کجا بود بهرام یل بی سپاه. چو بهرام را دید نیزه به دست، یکی برخروشید چون پیل مست. به دو گفت از این لشکر نامدار، پیاده یکی مرد و چندین سوار. به ایران گرازید خواهی همی، سرت بر فرازید خواهی همی. در میان لشکر ما، در حیطه سپاهیان ما، میخواید برگردی به مملکتت و لشکرت و سرافرازی کنی. سران را سپردی سران در زمان، گه آمد که بر تو سرایت زمان. بلیار کشتی، الان نوبت کشته شدن تو رسید. تجاب میگیرد به بهرام. پس اونگه بفرمود کندر نهید، به تیر و به گرز و به ژوبین دهید. دهید یعنی بزنید. تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی بر بدار کشیدن حسنک وزیر میگوید مشتی رند را سیم دادند که سنگ دهید، و مرد خود مرده بود و جلادش خفه کرده. دهید این دیگه منسوخ شده در زبان فارسی به معنی بزنید. دهید بر او انجمن شد یکی لشکری، هر آن کس که بود از دلیران سری. کمان را به زه کرد بهرام گرد، به تیر از هوا روشنایی ببرد. چو تیر سپری شد سوی نیزه گشت، چو دریای خون شد همه کوه و دشت. چو نیزه قلم شد به گرز و به تیغ، همی خون چکانی بر تیر می. چو رزمش بر این گونه پیوسته شد، به تیرش دلاور بسی خسته شد. چو بهرام یل گشت بی توش و تاو، پس پشت او اندر آمد تژاو. سلاحش کردن تموم شد. تژاو از پشت نزدیک شد به بهرام، پس پشت او اندر آمد تژاو. یکی تیر زد بر سر کتف او، که شیر اندر آمد ز بالا به رو. دستش جدا کرد، صورت به زمین افتاد. یه شیر استعاره است اینجا، یعنی بهرام. جدا شد زدن، جدا شد زتن دست خنجر گذار. فرو ماند از رزم و برگشت کار. تجاو ستم کاره را دل بسوخ، به کردار آتش دلش برفروخ. بپیچید از او رو پر درد و شرم، به جوش آمدش در جگر خون گرم. خب داستان رو شنیدید. همه این تراژدی و کشته شدن چنین مردی
خاطر نام بوده است و نپذیرفتن ننگ. ما میبینیم که دیگر رو دارن میکشن، خوشحالیم که ما رو نمیکشن، الحمدلله رب العالمین، چون دختر ما رو نبود. خب اجازه فرمایید که من خواهش کنم، البته همه هم اینطور نیستیم ولی خب، سپهر عزیز یک موسیقی پخش کنم. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود مجدد هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، در این فاصله مهندس شجره بودن و می گفتند که به هموطنان ابلاغ کنید که از اول ماه آینده تلویزیون پارس می رود روی یک فرستنده. ملاحظه کنید اونجا الان نشونم میدن، اما از حالا تا یک ماه آینده روی دو تا ماهواره هستن و گفتن که چهار تلویزیون دیگر هم بر روی اون همون فرستنده خواهم بود که تلویزیون پارس هم خواهد بود و فرکانساش هم که دارید اونجا ملاحظه میکنید. بنابراین در این یک ماه روی دو فرستنده، ماه آینده روی یک فرستنده تلویزیون پارس. بسیار خب، این داستان بلنده، من داستان در اینجا رها میکنم. بسیار شورانگیز میشه وقتی که میبینن بهرام نیامد، بیژن نگران میشه و میری پیش پدر، پدر بیژنگی. در واقع بهرام عموش میشه و گیر به خونخواهی بهرام به میدان میاد و تجاب یک شب که طلایه بوده، در واقع گیر میگیرد تجاب ستم پیشه رو کشان کشان میبره پیش بهرام. بهرام میگوید ببخش او رو، اما گیر یک نگاه به برادر میکنه، یک نگاه به تجاب و تجاب رو به انتقام خون بهرام به قتل میبره. همه اینها سر ماجرای تازیان شد. خب حالا موضوع غیرت هست و شاهنامه رو باز کردیم. یکی از شورانگیزترین داستانهای کتاب رفتن گیو هست به توران زمین برای آوردن کیخسرو. کیخسرو فرزند سیاوش هست و سیاوش داماد افراسیاب بود و میدانید که او رو به قتل رساندن، سر بریدن، کشتن و تخت پادشاهی تهی ماند از پادشاه. گیو به تنها تن خویش به توران زمین رفت و کیخسرو رو با فریگیس فرنگیس آورد. گیو بعد از رستم پهلوان بزرگ حماسه هاست. ما بچه بودیم به این گیو خیلی علاقمند بودیم، هنوز هم هستیم. بله، ماموریت های سخت و سنگین گاهی به گیو واگذار می شود. جمله همین داستان آوردن کیخسرو
با مادرش و وقتی که میخوان از جیهون عبور کنن لشکر توران در تعقیبشون، نه فقط 3 نفر بودن، اون کشتیبان که میبایستی از جیهون میبرد طمع کرد گفت که یه چیز به من بدین، یا اون زره یا شبرنگ یا این خانم زیبا رو به من بدین به من بذارم شما رو سوار کنم. در تنگنا گیر آورده بود، اما اینجا باز این ننگ رو گیر نمیپذیره، بنابراین زدن به آب بهاران و جیهون و آب روان، 3 مرد و 3 اسب و 3 برگستوان. سختی بود اما گذر کردن. و دوستان میفرماید نه زور بازو، زور بازو یه گیر گوه است، فر همایونه هی خسرو است. چند بیت میخونم از این بخش و در باب بله رویارویی گیر و باژخواه، کسی که باژ میخواد، همون کشتیبان. خب به هومان بفرمود کندر شتا، انان را بکش تا لب رودها. ایران دستور میده به هومان که چون گیو و خسرو ز جیهون گذشت، غم و رنج ما باد گردد به دشت. نشان آمد از گفته راستان، که دانا بگفت از گه باستان، که از تخمه تور و از کیقوباد، یکی شاخی زد ز هر دو نژاد. این پیشبینی شده که از تخمه تور و کیقوباد یک پادشاه میاد، که توران زمین را کند خارستان، نماند بر این بوم و بر شارستان. و حالا پیدا شده همین که خسروه، بگیرید که از جیهون گذر نکنند. رسیدن پس گیو و خسرو براو، همی بودشان برگذشتن شتاو. گرفتن پیکار با باژخواه، که کشتی کدام است بر باژگاه. باشگاه کجا بود؟ یه پولی میدادن سوار کشتی میداشتن میدادن اومرا آدن دنبالش میگرد. نوندی کجا بادبانش نکوست، به خوبی سزا نکوست، به خوبی سزاوار کیخسرو اوست. چنین گفت باگی پس باشخواه، که آب روان را چه چاکر چه شاه. بله فرق نمی کنه، هم این آب روان هم آدم چاکر رو میبره، شاه رو میبره، در خطر هستید. خلاصه باید چیزی رو من بدید. همین گر گذر باید از زاب رود، فرستاد باید به کشتی درود. به دو گفت گیو اون چه خواهی بخواه، گذر ده که تنگ اندر آمد سپاه. تو آقا هر چی میخوای بگو میدم، سپاه پشت سر ماست، میخواد ما رو بگیرن، بگو چی میخوای سریع. بعد جواب میاد بخواهم ز تو باج، گفت اندکی از این 4 چیزت بخواهم، یکی زره خواهم از تو گر اسب سیاه، پرستار گر پور فرخنده ما. یا زره رو به من میدی، گر اسب سیاه، گر یعنی یا، به دل گفت بهمن که این رستم است، وگر آفتاب سپید دم است، یعنی و یا، حالا دیگه منسوخ شده. میگوید از این 4 چیز یکیش به من بده تا بذارم بچه، یا زرهی که به تنت هست میدی، یا این اسب سیاه، یا اون خانم رو میدی، یا اون پسر رو، منظور که خسروه، یکی از اینا رو میدی
من سوارتون میکنم، رایتون میکنم به سلام. خب حالا بالاترین ننگ بوده برای گیر گرفته برای ایران پادشاه یا من کیخسرو. حالا بیاد و مادر رو بده به آقا به خاطر میخواد برگرده چنین چیزی برای پهلوان مثل گیر قابل شنیدن نیست و چه رسد به عملش. بدو گفت گیو ای گسست خرد سخن زان نشان گو کندر خورد. به هر باشگر شاه شهری بودی تو را از این جهان نیست بهری بودی که باشی که شهر را کنی خواستار چنین باد پیمایی ای باد سار. گفت کی هستی که خواستار سپاه میشی؟ چنین اسب لایری در حد تو نیست چنین باد پیمایی یعنی اسب ای باد سار. باد سار یعنی باد سار یعنی بیخرد. سار اینجا به معنی سره در واقع. وگر مادر شاه خواهی همی به باج افسر ما خواهی همی سه دیگر چو شبرنگ بهزاد را که کوتاه دارد به تگ باد را. شبرنگ رو میخوایی؟ غیر ممکن هم چیزی. چهارم چو جستی به خیره زره که اون را ندانی گره تا گره نگردد چنین آهن از آب تر نه آتش بر او بر بود کارگر. اون زره که زره سیاهوش بود بگیر داده بودن گفت نه آب اون رو تر میکنه نه آتش اون رو میسوزونه این هم لایق تو نیست. از این سخنان بیهوده مگو. نه نیزه نه شمشیر هندی نه تیر چنین باش خواهی بدین آبگیر کنون آب ما را و کشتی تو را بدین گونه شاهی درشتی تو را. بدو گفت گیور تو کیخسروی نبینی از این آب جز نیکویی فریدون که بگذشت از اروند رود فرستاد تخت مهی را درود جهانی شد او را سراسر رهی که با روشنی بود و با فرهی چندی شیر شاه ایران تویی سر نامداران شیران تویی. چه احترامی برای ایران در کلام هست چه عظمتی ای داده بیدار. فردوسی اگر سر از گور بینو میکرد آخونده رو میدید در خراسان معلوم نبود چی میگو به ما ای داری بیدار. اگر من شوم غرقه گر مادرت گزندی نباید که گیرد سرت ز مادر تو بودی مراد جهان که بیکار بود تخت شاهنشهان مرا نیز مادر ز بهر تو زاد از این کار بر دل مکن هیچ یاد که من بیگمانم که افراسیاب بیاید دمان تا لب رود آب مرا برکشد زنده بردار خواب فرنگیس را با تو ای شهریار به آب افکند ماهیانتان خورند اگر زیر نل اندرون بسپرند. بنی گفت که خسرو این است و بس پناه هم به یزدان فریاد رس. فرود آمد از باره راه جوی بمالید و پنهان منهاد بر خاک روی همی گفت پشت و پناه هم تویی نماینده رای راه هم تویی درستی و پستی مرا فر توست روان و خرد سایه پر توست
آب اندرون دل فندل فضایم تویی، به خشکی همان رهنمایم تویی. به آب اندر افکند خسرو سیاه، همون دو سوار اسب سیاه زد به آب. چو کشتی همی ران تا باشگاه، پس او فریگیس و دیو دلیر، نترس از جیهون از آن آب شیر. به نونسو گذشتن هر سه درست، جهانجوی خسرو سر و تن بشست. بله، بدون نیستان در نیایش گرفت، جهان آفرین را ستایش گرفت. رقیه داستانم بی اندازه زیباست، من دیگه واردش نخواهم شد، فقط میخواستم یک مزنه ای از غیرتمندی و صفت پهلوانی برای شما بیاورم از کتاب شاهنامه و داستان نام و ننگ. لطفا خطا رو باز کنید، امروز چند دقیقه با هموطنان صحبت کنیم. همون 972-292-0101 رو لطفا اعلام کنید، شاید هموطنان پیشنهادی، ارشادی، سوالی، چیزی داشته باشن با هموطنان صحبت کنید. یا یک موسیقی کوتاه پخش کنید سفر جان، یک موسیقی کوتاه، برمیگردیم با هموطنان صحبت. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود دوباره هموطن روی خط هستند. بفرمایید قربان. ممنونم از شما دوست عزیز. لطفا این چه فرمودید که این برنامه رو قیلت قیلت ایرانی شما بیشتر از بنده، با سواتر از بنده هستید و در این خصوص بیشتر از بنده میدونید. اصلا این که قیلت رو در کدوم ایران باید نگاه کرد؟ در مناطق کردستان در یک کل هستم، این قیلت رو در سال 57 تا 59 برده به کل دولت جمهوری اسلامی هم نشون دادن. بله، مردم یک جا برخواستن و جوانهای کرد این دلاوری رو نشون دادن که نهی به قول فاشیست آخونی هست. اما متاسفانه چون دولت و سرکوبگرانی هایی که داشته مردم رو آسی کرده بود و نمیتونستن مردم قدرتی برای دفاع نداشتن، از اون بودن به کوک بدن و این هزینه هایی که دادن و این تمام کشت و کشتار هایی که در مناطق کردستان شد به روید و نمبت کود هنوز هم هنوز هست افتون هست. اما به کدام سوی اگر به کردستان خط بشه و بچه هایی را هم سرش پیاده میشه که جدای طلب میشن و از این هم و از این هم این که نیدی اونه در هیچ کجا را بودن هم مثلا آنه ما نیدادن کمک بکنن، نه از اون که از مردم کرد کمک بگیرن و کمک بخوان که یاری بدن، یاری بدن این قضیه را. وقتی که ما میون قضیه چون کشید تا چند سال 37 سال
همیشه بوده و هیچ وقت هم تمامی نداره. بله. اگر قرار مدت کرد که خودش رو در درجه اول به نظر من یک ایرانی میدونه بلکه کرد، باید این همزدگی رو از ملت آذری، از ملت بلوچ، لر، افغان هم بگیره. تا اون عرق ملی که شما بارهای بار کشتن کردی به مردم، اون عرق ملی نفسی تازه پیدا کنه، یعنی جوانه بزنه. بله. بنده من را اینه که نمیتونم مدعی باشم یا پیشنهادی بدم به مردم ایران که آقا بلند شید، چون من به خاطر همین دلایلی که از ایران اومدم بیرون، یا من دو راه داشتم، یا باید توفنگ دست میگرفتم هموطن خودم را میکشتم به عنوانهای مختلف، یا باید غربت را میگرفتم. بله. این چیزی دیگه است، یک عنوان داره، یک هدفی داره و یک والایی داره. متاسفانه در دوره رضاشاه تا اینور این عرق ملی به مراتب ضعیف‌تر شده که به دوره خوده. این پیشنهاد من رای ملت اگه صدای منو بشنوند، بله، این که در کردستان در تمام ایران جوانهای ما به جایی که به اعتیاد شده بشن، به معنی که به همبستگی ملی تکیه بدن و سرفرازی ایجاد رو بیدن. بله بله، ممنونم عزیزم، خیلی خیلی متشکرم آقای یوسفی. از اینکه اجازه دادید من خیلی ممنون و آزادم شدید، خیلی ممنون از شما. قربان شما، متشکرم. عرض کنم خدمتتون که فکر میکنم بیشتر کوتاهی از ایرانیان خارج کشوره، باعث حیرت، چند میلیون ایرانی در خارج کشور هیچ تشکیلاتی برای نجات ایران نیست. من فکر میکنم هر ملتی دیگری بود حداقل چند حزب مهم تاله تشکیل شده بود. آقا هیچ خبری نیست و این رسانه ها هم فکر میکنم برعکس عمل کردن، یعنی بیشتر مردم رو ترسوندن، از این از آخوندها ترسوندن و این اخبار این جنایات رو هم منتشر کردن و منتشر کردن. آخوندها هم خوشحال برای که کلام خود رو گرمتر بکنن و بگوین کار ما خیلی مهم است یا نشستیم، هی آمدن این جنایات رو در بلنگوها دمیدن. کار مفیدی هم که بر نیامد متاسفانه. هلو، عرض شما به خیر عزیزم، بفرمایید. توی مراسم عید نوروزی که توی آلمان توی هامبورگ برگزار شده بود، یکی از چیزی بود، مراسمی بود که از طریق ایرانی هم بود، بعد دوستان آلمانی هم بودن، بعد شخصی بود آذری بود، یعنی از دوستان آذری هم بود اونجا و تقریبا آقایی بود 75 ساله 30 سال اونجا آلمان زندگی میکردن. بعدا رفتن که اونجا خودشون رو معرفی کنن به عنوان ایرانی، گفت که من ایرانی اصیلم، بقیه ایرانی که اینجا هستن ایرانی نیستن. من واقعا تعجب کردم، بعد رفتم صحبت کردم از دوستای آلمانی هم که اونجا بودم، گفتم خب منظور شما ایرانی اصیل، مگه ایرانی اصلی و فرعی داریم؟ گفت نه، فقط آذری ها ایرانی هن، چون که مشهوده از اونجا اومده، تبریز جای مهم ایران بوده، ما کله گربه هستیم و بابان من رو ما بقیه هیچ. بنده خودم جنوبی هم، یعنی بوشهری هم، سنگسیر هم هستم، صحبت کردم گفتم خب ما دوستانی بودیم که بقول مردم همه ایرانی هستیم، مگه میشه ایرانی ها ایران فردی و هستی باقی؟ گفت نه، جنوبی ها که فقط در فکر خب رمایی هستن، ما بقیم که هیچ هم. واقعا من تعجب میکنم، پس این رئیس علی دلواری یا همون تنگیسر هایی که اونجا بال مونده این مشروطه ها چیز بود، ولی خب با انگلیسی مبارزه کردن. امشب شما در مورد ننگ و نام صحبت کردید، خب شما خودتون بهتر میدونید که
بودن با استعمار انگلیس جنگیدن. بله نه ایشون شوخی کردن قربونتون برم، شوخی کردن. جناب مرشد من اتفاقا حال جالب اینجاست که اصلا از صحبت های شما گفتن، گفتن خب جناب مرشد همیشه هم گفتن که فقط آذری ها و چون سردار خان و مشروطه از اونجا بودن نه جنبش مشروطه جنبش فراگیر بود عزیزم. آذربایجان یک موقعیت خاص داشت حتی پیش از مشروطه. روشنفکران آذربایجان به خاطر همسایگی با اروپا، تردد با از میکنن روشنفکران باکو اینها پیشگام بودن، در این شکی نیست. ولی اینکه یک کسی بگوید من ایرانی تر از یکی هستم، این به شوخی بیشتر شبیه. شما ناراحت نباشید دوست عزیزم. خانه کاملا عرض کردم که حتی دوستان آلمانی که اومده اعتراض کردم، گفتم مگه ایرانی ها اصلی و فرعی داریم؟ دوستان آلمانی به شوخی گفتم مگه جنس چینی هست که ما میگیم اصلی و فرعی داریم؟ خب ایرانی ایرانی دیگه. بله همه ایرانی هم قربتون برم، همه ایرانی. میگم یه اعانتی شد، بعد اتفاقا دوسته بود که آشنایی به تاریخ ایران داشت، حتی در من میگم دولت جنوب بود که میگم رئیس های دلواری و کسایی که بودن اونجا جنگیدن اینا، حتی اونم صحبت کرد، بازم زیر بار نمیرم، میگفت نه اینجور نیست، اینجور که شما میگید نیست، اصلا تو تاریخ هم چیزی نیومده، جنوب میگفت خورما و رتب شیر دیگه بلد نیستن. خب دست شما نه ای باری نه. خب این ایشون میگن که شاید موزه لطیفه گویی بودن و خیلی ممنون عزیزم. نه اینطور نیست آقا، بله فرق نمی کنم، خواهش میکنم، لطف کردیم، خیلی متشکرم، قربون شما. نه این سخن باطلی است آقا، کسی بگوید من مثلا تهرانی هم برای یه خانواده است به نام خانواده ایران و جدید هم نیست، قدیم است. شما هر گوشه ایران رو بگیرید یک واقعی اتفاقی بزرگ حتما پیدا میکنید که در راه گردن فرازی کشور بوده و جانهای پاک ایرانیان اونجا از دست رفته در دفاع از این میهن و حیثیت و شرافت ایرانی. این است که ما نمیتوانیم استثناء قائل بشویم، بگوییم که من ایرانی، منم دیگران چنینن، من چنین. نه سخن اشتباس، سخن خطاییست، واقعا اشتباس. ایراد مقدس بیشتر به متوجه خارج کشوره دوست عزیز. الو درود بر شما قربان، بفرمایید. بله ممنونم، واقعا دستتون درد نکنه، خسته نباشید. یه پیشم جانم محترم گرامی پیشنهاد دارم. شما همیشه میگه که تشکیلات رو کنم، شما همیشه میگه که حزب بزنم، سازمان درست کنم که مردم رو بیشتر با جامعه و حسابی آزادی های جامعه آشنا بکنم. خود عزیزتون چرا گرده یه سازمان یه چیزی درست نمی‌کنی که باور کنید اگر شما این کار رو بکنید بزرگترین ضد ایران، بزرگترین اپوزیسیون ایران درست میشه. لطف کنید. خیلی اکسایتد هستم خودم صحبت کنم و خیلی دوستتون دارم، آرزوی سلامتی میکنم براتون و من ازتون زنگو شدم. خیلی ممنونم عزیزم، متشکرم، لطف میکنین عزیزم. خدمتون ببینید یک دست این صداست دوست عزیز. من هم از ابتدای کار به جهت اون که تجارب حزبی، الو
بله در ایران نبوده و همواره اگر تعدادی جمع شدن بلافاصله انشعاب کردن، این یه خورده ما رو ناامید میکنه که چرا ما نمیتوانیم همکاری بکنیم. یک عیب عمده است متاسفانه. خواستگاهش هم اونجاست که ما اندیشه های بزرگ در سر نداریم. وقتی وارد تشکیلاتی میشویم میخواییم ببینیم کی رئیس ما میشیم. متاسفانه این عیب در ما هست. و همین دلیل بود که مخلص آمدم اینجا و گفتیم آقا ما اپوزیسیون یک نفره هستیم. حالا تو چقدر توانسته است این اپوزیسیون یک نفره تأثیری بگذارد، اون یک قضاوتش با هموطنان هست. اما خوب است که تجمعی باشند از ایرانیان فرهیخته، از ایرانیان وطن دوست، از ایرانیان دانا، برای در واقع برقراری عدالت در اون کشور. ما در ایران هیچ گونه عدالتی نداریم، هرچه هست ستمگری است. هلو جانم بفرمایید. خدمتون بگم که بنابراین کوشش یک تنه خوب هست، اما بهتر است که تجمعی باشه. متاسفانه در این تاریخ احزاب سیاسی که ما مرحوم ملک هم یک کتابی نوشت و اینها نشان میدهد که در کار حزبی توفیق ما کم بوده. هموطن متاسفانه به جز حزب توده که حزب نیرومندی بود و ساختارش از روسیه می آمد، متاسفانه بعد احزاب داخلی کاری نکردن. الو بله همینطوره، کاملا درسته. ولی من از خود شما سوال میکنم، نداشتن تشکر از کجاست؟ از چرا؟ چون هر گروه یا شخص یا نهاد به هر شکلی اقدام کرد یا شروع کرد برای یک عنوانی اپوزیسیون، آنم سایری یا نهادهای دیگر تصریحا یا تلویحا اقدام به خراب کردنش، تحقیر کردنش کردن. بله چرا؟ اگر شما نمیخواد اسم از نهاد یا سازمانی ببرم، شروع کرده اگر استادی شخصیت قابل قبول و قابل احترام چون شما و همسال شما که هستم قبول ندارن، یعنی به اون رو کافی نمیدونن، چرا همکاری نشدن که بیاید آقای پیش بکنیم آنان همه در مقابل واستادن. خب اگه اینطور باشه تا الان در همینه، چون بزرگترین مشکل ترین کار جهان جمع کردن یک روشنفکر دور همه. واقعا این هنر یک روشنفکر و یه آدم عارف و عالم و عاقلی مثل شما و امثال شما، اینه که بتونی روشنفکر رو جمع جمع کنی. به قول امثال من هم میتونم بشم تو مهمونی های شما رو مرتب از حرفای بله بله همینطور. اینه که ما از شما واقعا میخوایم الان شما یه وقت بریم بشکافید برای ما چی کار باید کرد. اگر یک فکر زد که شما هم میدید من اما شاید 80 تا سازمان و تشکیلاتی به یک شکلی بعضیش خودم آدم های عاقل و آگاه و مثلا ابعاد مثلا فرهنگی و علمی و سیاسی و تحلیلی بالایی دارن، هیچ کی دورشنش جمع نمیشه، فقط میان حرف میزنن و چقدر پول میدن به ساعت اجاره میکنن از تلویزیون و از این دستا هر جا بهش مردم دارن میگن. شما برای ما بشکنید که چرا. متشکرم. اگر قرار جواب بدید از تلویزیون گوش میکنم. بله خواهش میکنم. ممنونم. والا عرض کردم اون سابقه تاریخی ما به لحاظ تحزب خیلی خیلی پرونده ضعیفی داریم.
یک اسماعیلیه رو داریم که بالاخره حزبی بودن در پناه کوه ها و قلعه ها و دژ ها، اینا مدت های مدید مبارزه میکردن در راه ایدئال هاشون. در عصر جدید که عصر تعصب هست، هر کاری انجام میشه، در این 200 سال گذشته هر کار صحیحی که انجام شده در راستای سعادت جامعه توسط احزاب شده. شما از هندوستان بگیرید تا آمریکا. بنابراین این که ما بنشینیم که یک روزی اتفاق بیفتد و از یک جایی به ما کمکی بشود، نمیشود. گفت بر عزم خیش تکیه کند سالک رهی، و ماندون که تکیه کند بر عصای خیش. این که آقای اوباما چی میخواد بگه و خانم کلینتون چه خواهد کرد، اینها فایده ندارد. خود مردم در واقع، به خصوص خارج کشوری ها، من تکیه دارم به جهتی که همه نوع امکانات برای ما هست در خارج کشور، برای یک تشکری آخونده بیشتر از اون ترسو هستن که شما فکر میکنید. پایگاه این حکومت لرزان تر از اون هست که شما فکر میکنید، گمان من. بی اندازه اینا میترسند از مردم. و پایگاهشون کاملا سسته. من فکر میکنم اگر آماری گرفته بشود، حداقل 80%، 85% مردم مخالف این رژیم هستن. اما اینا همچنان بقدرت هستن، همچنان انتخابات کنن، همچنان نمیدونم حکومت ادامه میدن، همچنان حیثیت و شرافت و سرمایه های ملی. رمویدی وقت تمام شد؟ سپر عزیزم گفتن که وقت تمام شد. بسیار سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی، لطف کردید، توجه فرمودید، روی خط آمدید. از سپر بسیار ممنونم که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.